سر خط خبرها. I'm starting to feel good. پیام رئیس جمهوری آمریکا از بیمارستان. ترامپ گفته حالش خوب است اما وضعیت قطعی سلامتش تا چند روز دیگر مشخص می شود. مرگ 136 نفر در تهران بر اثر کرونا در یک روز. یک نماینده پیشین مجلس می گوید تمام اهالی یک روستا در جنوب ایران به کووید 19 مبتلا هستند. شهر گنج زیر حمله راکت‌های نیروهای ارمنی. آتش قره‌باغ دامن دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان را گرفت. و جشن شادی در شهرهای مختلف ایران بعد از پیروزی پرسپولیس. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری امروز 4 اکتبر برابر با 13 مهر از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی از بیمارستان گفته حالش فعلا خوب است اما در چند روز آینده مشخص می شود که آیا رو به بهبود است یا نه. رئیس تیم پزشکی او هم گفته هنوز خطر برطرف نشده. قبلا رئیس دفتر آقای ترامپ در کاخ سفید گفته بود که حال او نگران کننده است. در همین حال جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ به مبارزه انتخاباتیش ادامه می دهد و آخرین نظرخواهی ها حاکی است که او 10% از رقیبش جلوتر است. کسرا ناجی گزارش می دهد. در شمال واشنگتن، در بیرون بیمارستان نظامی والتر رید، اینجا حامیان دونالد ترامپ دیشب تا دیر وقت کشیک دادند تا از او حمایت کنند و برای سلامت او دعا کنند. در داخل بیمارستان این دونالد ترامپ ظاهرا خسته اما امیدوار و خوشبین میگوید حالش دارد خوب میشود، اگرچه معلوم نیست و چند روز آینده تست واقعی خواهد بود و نشان خواهد داد که حالش رو به بهبود است یا نه. او از حامیانش همه جا که برای سلامت او دعا کردند تشکر کرد. اما تیم پزشکی رئیس جمهوری آمریکا و کاخ سفید گزارش های بعضاً متفاوتی از حال رئیس جمهوری آمریکا دادند. رئیس تیم پزشکی او که دیروز طی روز گفته بود اعضای تیم بی نهایت از بهبود وضع او خوشحال هستند، دیشب در اطلاعی گفت که رئیس جمهوری آمریکا هنوز خطر را پشت سر نگذاشته، اگرچه او گفت اعضای تیم او محتاطانه خوشبین هستند. حالا معلوم شده است که روز جمعه غروب قبل از انتقالش به بیمارستان رئیس جمهوری آمریکا دچار تنگی نفس شده بود و به او اکسیژن داده بودند. رئیس دفتر او هم که گفته بود حال رئیس جمهوری آمریکا نگران کننده است، دیشب بعد از اون که معلوم شد رئیس جمهوری آمریکا از این گفته او خوشنود نیست، حرفش را عوض کرد و گفت حال آقای ترامپ بسیار خوب است. در میان این گزارش‌های زد و نقیض، حالا معلوم شده است که به غیر از رئیس جمهوری آمریکا و همسرش که گفته می‌شود حال او هم خوب است، دست کم 8 نفر از نزدیکان، مشاوران و کارکنان کاخ سفید هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از جمله هوب هیکس، دستیار رئیس جمهوری، کلیان کنوی، مشاور پیشین، کریس کریستی، مشاور کمپین انتخاباتی، رونا مکدانیل، رئیس کمیته ملی جمهوری خواهان، مایک لی، سناتور جمهوری خواه، تام تیلیس، سناتور جمهوری خواه و نیکلاس لونا، دستیار شخصی رئیس جمهور. بسیاری از این نزدیکان آقای ترامپ که حالا به کووید مبتلا شدن، هفته پیش در این مهمانی در کاخ سفید شرکت کردند که برای معرفی عضو جدید دادگاه عالی ترتیب داده شده بود. مهمانی که در آن خیلی از مهمانان نه ماسک به صورت داشتند و نه فاصله اجتماعی را چندان رعایت کردند. در همین حال رقیب انتخاباتی آقای ترامپ جو بایدن به مبارزات انتخاباتیش ادامه داده است. چیزی که آقای ترامپ را نگران کرده و بی صبر برای برگشت به مبارزات انتخاباتی. اینجا آقای بایدن در یک کنفرانس ویدیویی با کارکنان اتحادیه‌های حمل و نقل. یکی از تازه ترین نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد که او 10% از رقیبش جلوست. بزرگترین فاصله او از آقای ترامپ در هفته‌های گذشته. کسرا نجی، بی بی سی.
ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران گفته که دیروز 136 نفر در این شهر جانشان را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. همزمان هدایت الله خادمی نماینده دوره پیشین مجلس در توییترش نوشته که کل ساکنان یک روستا در شهرستان ایزه استان خوزستان به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت هم گفته که در شبان روز گذشته 211 بیمار مبتلا به کرونا جانشان را از دست دادند و 30 استان هم در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. همکارم فرن تقی‌زاده با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. فرن، تو شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنی. کاربران خب در این باره زیاد نوشتن. نگرانی‌های اصلی که مطرح شده چیه؟ با تعطیل شدن تهران برای چند روز، نگرانی‌هایی که الان داره در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه و در خبرگزاری‌ها یا صفحه‌های اینستاگرامی که مربوط به شهرهای شمالی ایران هست دیده میشه، این هستش که با تعطیل شدن تهران موج عظیمی از مسافر به سمت شهرهای شمالی ایران حرکت نکنه و اینکه بتونن به نوعی این قضیه رو کنترل کنن. مردم خودشون دارن در مورد این قضیه صحبت میکنن، از نگرانی‌هاشون میگن، از اینکه در 8 ماه یا 7 ماه گذشته هم این حرکت با تعطیل شدن یا قرنطینه شدن شهرهای مرکزی به سمت شمال ایران وجود داشته و از اینکه اونهایی که در شمال دارن زندگی میکنن میگن که خب وضعیت بیمارستان‌ها مثل بقیه کشور اونقدر خوب نیستش، جایی برای بیماران جدید ندارن و اینکه کادر درمان اون منطقه هم بسیار خسته هستن، مواردی که در ماه‌های گذشته هم بارها و بارها بهش اشاره شده. اما چیزی که الان از طرف مسئولین شنیده میشه، مسئولین دو استان، هم مازندران و هم گیلان، استاندار مازندران اعلام کرده که نگرانی از عادی سازی و عادی انگاری روند کرونا وجود داشته باشه در بین مردم. مثلا به مهمانی‌های خانوادگی اشاره می‌کنه، به ماسک نزدن مردم اشاره می‌کنه، به اینکه فواصل اجتماعی رعایت نمی‌کنن در شهرها یا در مکان‌های عمومی که میرن و میگه این قضیه نگران کننده هستش و ما باید به این قضیه بیشتر توجه کنیم. در مورد گیلان مسئولین گردشگری در این شهر اعلام کردن که با گروه‌های گردشگری غیر مجاز برخورد می‌کنن که بخوان مسافر رو به شهرهای استان گیلان ببرن. اما باز در مورد اینکه سفر نرید، خود مردم دارن بیشتر به خودشون یادآوری میکنن. یک سری دیگه هم میگن فقط شمال ایران نیستش، به هواپیماهایی که از تهران مشخصا به سمت کیش حرکت میکنن هم نگاه کنیم، در اونجا هم در داخل هواپیما هیچ فاصله اجتماعی بین مردم نیستش و بعضی هم عمدتا از این میگن که ممکنه ماسک هم رعایت نشه، مسافرینی که درون هواپیما سوار میشن ممکنه ماسک هم نزنن. فرن، انتقادها به مقام ها چیه؟ چه درخواستهای مردم کردن از مقام های ایران که چه کارهایی رو انجام بدن یا ندن؟ سوال اصلی که پرسیده میشه چرا الان راه‌های ورودی به شمال ایران رو نمی‌بندید با اینکه تهران هم بسته شده. این سوالی هستش که ممکنه چالش در روزهای آینده مسئولین در ایران باشه. اشاره می‌کنن در شبکه‌های اجتماعی که خب در مورد آشوتاسو مثلا صحبت کردن، سری پروتکل‌ها گذاشتین که مراکز مذهبی اونقدر فعالیت نکنن یا اگه می‌خوام فعالیت کنم با یه سری پروتکل باشه. در مورد اربعین خیلی دارین خبرسازی می‌کنین، اما در مورد سفر ها به شمال چیزی نمیگه و این خواسته یا این سوالی هستش که بسیاری دارن در شبکه‌های اجتماعی میپرسن، از جمله صفحه‌های اینستاگرامی که از درون شمال کشور هم نوشته میشه، مثلا به خبرگزاری‌های محلی این استان‌ها. متشکرم از توضیحاتت همکارم فرنده تقی‌زاده، با ما ممنونم. و نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 44 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شدند. این وزارتخانه همچنین گفته که در این مدت هیچ مرگی ناشی از ابتلا به کووید 19 را ثبت نکرده. بر اساس آمار وزارت صحت تا حالا 1462 نفر در افغانستان جانشان را به علت ابتلا به کرونا از دست دادند. وزیر خارجه ایران در سفرش به کویت با امیر جدید و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. محمد جواد ظریف گفته که این سفر به نمایندگی از رئیس جمهوری ایران و برای ابراز همدردی در پی درگذشت امیر پیشین کویت انجام شده. او بر حمایت جمهوری اسلامی از این کشور تاکید کرده. شیخ صباح احمد جابر صباح هفته قبل در 91 سالگی درگذشت. امامان جمعه اصفهان و بجنورد که خواستار ناامن کردن جامعه برای بدحجاب ها شده بودند، در بیانیه های جداگانه سخنانشان را تکذیب کردند.
ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه بجنورد گفته در سخنانش خواستار ناهمسازی شرایط برای اشرار شده بود و موافق برخورد فیزیکی با به گفته او بدحجاب ها نیست. دفتر یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان هم رسانه ها را به دروغ پردازی و تقطیع سخنان او متهم کرده. درگیری در قره‌باغ وارد مرحله جدید و مهمی شده. جمهوری آذربایجان میگوید گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور، هدف راکت جدایی طلبان ارمنی قرار گرفته. ارمنستان اما باکو را متهم کرده که از پایگاهی هوایی در این شهر برای بمباران قره‌باغ استفاده کرده. دیشب شهر استپاناکرت یا خانکندی مرکز قره‌باغ هدف حمله هوایی آذربایجان قرار گرفت و در پی آن الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفت نیروهایش چند روستا را تصرف کردند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. شعله اختلافی کهنه که حالا گر گرفته. با باران آتش از آسمان مردم در قره‌باغ که نام ارمنیش آرتساخ است به زیر زمین پناه بردند. ارمنستان میگوید آذربایجان استپاناکرت یا خانکندی مرکز قره‌باغ را هدف قرار داده. منطقه ارمنی نشین که تحت قوانین بین المللی متعلق به آذربایجان است، اما ارمنی های جدایی طلب ادارش می کنند. دعوایی که از یک هفته پیش دوباره بالا گرفته و تلاش ها برای خاموش کردنش نتیجه نداده. و این خانه هایی که خراب شدند و سکنش گریختند و آواره شدند. آذربایجان میگوید حملاتش به مرکز قره‌باغ تلافی بوده در پاسخ به حمله ارمنی‌ها به شهر گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان. ارمنستان تکذیب کرده، اما نیروهای جدایی طلب ارمنی حمله به یک پایگاه هوایی در گنجه را تایید کردند. ایروان میگوید باکو از این پایگاه هوایی برای بمباران قره‌باغ استفاده می‌کند با طی مسافتی 100 کیلومتری. آذربایجان میگوید حمله به پایگاه هواییش از شهر واردنیس در خاک ارمنستان بوده که در 80 کیلومتری گنج است. تصاویری از گنجه نشان می‌دهد که ساختمان‌های مسکونی هم هدف قرار گرفتند. رئیس جمهوری آذربایجان دیشب اعلام کرد نیروهایش چند روستا را گرفتند. مثل اینجا که سربازان آذری پرچم خود را جایگزین پرچم ارمنستان می‌کنند. خبری خوش برای آذری ها و قرش آسمان در باکو، پایتخت آذربایجان. از شادمانی، جشن برای پیشروی نیروهایشان، برخی به خیابان ها آمدند، قره‌باغ را فریاد می زنند. قره‌باغ اما فعلا بوی دود و آتش می دهد. پرهام قبادی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری آمریکا در پیام ویدیویی گفته حالش خوب است، اما وضعیت قطعی سلامتش تا چند روز دیگر مشخص می شود. یک عضو شورای شهر تهران گفته دیروز 136 نفر در این شهر بر اثر کرونا جانشان را از دست دادند. در ادامه این برنامه، طوفان سیل‌آسای الکس در سواحل جنوب شرق فرانسه و شمال ایتالیا. منابعی از هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه گفتند که تلاش برای حل اختلافات کابل و طالبان با میانجیگری گروه کشورهای حامی صلح افغانستان آغاز شده. نمایندگان این کشورها برای پیدا کردن راه حل دیدارهایی با هیئت‌های دو طرف داشتند. سلمان خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم از قطر به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته تا با مقام‌های این کشور در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کند. خبرنگارمان روین رهنوش از کابل با ماست. روین، مذاکره روی نکاتی که قرار دو طرف روش توافق کنن خودش 3 هفته طول کشیده. چه جزئیات بیشتری داریم از آغاز دوباره مذاکرات؟ در آغاز هیئت‌های افغانستان و طالبان فیصله کردند که گفتگو و مذاکرات را بدون مداخله طرف بیرونی به پیش ببرند، اما حالا به نظر می‌رسد که با حضور یک طرف بیرونی هم الزامی شده.
یک گروه پیش از این شکل گرفته بود، گروه حامی روند صلح افغانستان که متشکل از کشورهای آلمان، قطر، ازبکستان، ناروی و اندونزیا هست و این کشورها، حالا برخی از اینها تلاش را آغاز کردند که اختلافات بین دولت و طالبان را میانجیگری بکنند و حل کنند. یک منبع از دولت افغانستان، هیئت دولت افغانستان در دوحه قطر هم گفت که نشست‌های غیر رسمی در سطوح مختلف میان نمایندگان دولت و طالبان هم جریان دارد. شریفه زرمتی، یک عضو دیگر هیئت افغانستان، گفت که مشکلات زیادی نیست و به زودی این امکان وجود دارد که به یک فیصله برسند و برن سر اجندای اصلی. او گفت که چند ماده بدیل این اختلاف، ماده های اختلافی به طالبان پیشنهاد شده، اما اونها هنوز پاسخ ندادند که به گفته او قطعا در موردش صحبت خواهند کرد یا اینکه باید که خودشان مواد بدیل را پیشنهاد بکنند. پیش از این زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، هم با نمایندگان هر دو طرف دیدارهای داشت که به نتیجه نرسید و از آخرین نشست گروه های تماس دولت و طالبان هم بیش از یک هفته گذشته. روی این خشونت ها کماکان در افغانستان بالاتر از اون چیزی که انتظار می رفت بعد از شروع مذاکرات باشه. دولت داره چه اقداماتی در این باره انجام میده؟ خشونت ها که جریان داره، مثل حمله دیروز در ولایت ننگرهار که 15 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدن. اما مورد تازه این که گفته میشه که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فردا قرار است که راهی قطر شود. هنوز دولت چیزی نگفته، مشخص نیست که اجندای اصلی روند صلح هست یا نه، ولی قطعا یکی از اهداف میتونه با توجه به وضعیت فعلی مسئله صلح هم باشه. از طرف فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، هم گفت که قرار است عبدالله رئیس این شورا 6 اکتبر، یعنی 2 روز بعد، و دعوت رسمی هند راهی دهلی جدید شود، با مقام های این کشور در مورد روند صلح افغانستان صحبت بکنه و حمایت از این روند. امروز محمد اشرف غنی با عبدالله دیدار داشته و اونطور که ارگ گفته، گزارش آقای عبدالله در مورد سفرش به اسلام آباد هم گزارش داده. دیروز حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی افغانستان، هم گفت که در یک مورد اختلافی که بحث مذهب فقه حنفی یا بحث فقه حنفی یا جعفری هست، پیشرفت های صورت گرفته، اما در یک مورد که طالبان میخواهد که مبنا توافقنامه این گروه با آمریکا باشه، گفت که امکان نداره، چون به گفته او دولت نمیخواهد که مشکلاتی که بین خارجی ها و طالبان هست وارد این مذاکرات شود. متشکرم از توضیحات دروین رهنوش، همکارم از کابل با ما. ممنونم. طوفان الکس به سواحل جنوب شرق فرانسه و شمال ایتالیا رسیده. در ایتالیا 2 نفر کشته شدند و در فرانسه هم دست کم از سرنوشت 18 نفر خبری در دست نیست. دولت فرانسه نیروهای ارتش را برای امداد به مناطق آسیب دیده اعزام کرده و دستور داده که از بودجه اضطراری دولت برای کمک به قربانیان حادثه استفاده شود. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. آرامش پس از طوفان. الکس بدترین طوفانی است که جنوب اروپا به خودش دیده، دست کم در 60 سال گذشته. میزان بارندگی و شدت سیلاب در جنوب شرق فرانسه و شمال ایتالیا به حدی بود که هیچ چیزی توان ایستادن در برابرش را نداشت. در ایتالیا آنطور که مسئولان گفتند، بارانی که تنها در چند ساعت بارید برابر است با میزان بارندگی 6 ماه در سالهای گذشته. تا حالا کشته شدن دست کم 2 نفر در ایتالیا تایید شده، از جمله یک آتش نشان. شرایط نامساعد هوا و ادامه بارندگی عملیات جستجو و نجات گیر افتادگان را در بعضی مناطق دشوار کرده. هرچند بیش از 20 نفر که پیشتر گفته شده بود ناپدید شدند، امروز پیدا شدند. در فرانسه اما هنوز از سرنوشت 18 نفر خبری در دست نیست، جایی که دولت ارتش را به کمک آسیب دیدگان فرستاده. اولویت ما پیدا کردن قربانی هاست و کمک به آسیب دیدگان حادثه. همچنین تلاش میکنیم راه های ارتباطی مناطقی که بسیار آسیب دیدند رو باز کنیم. در هر دو کشور صدها امدادگر به مناطق آسیب دیده اعزام شدند، به علاوه مردم محلی که آستین بالا زده و برای کمک آمدند.
به کمک کسانی که آب و برقشان قطع شده یا سیل دار و ندارشان را با خود برده. برق نداریم، آب برای حمام کردن نداریم، آب برای خوردن هم نداریم، حتی برای بچه ها هم آب نداریم. چند تا قرص با خودم برداشتم و مقداری لباس گرم تا بتونم امشب رو یه جایی بخوابم. سیلی که ناگهان آمد ویران کرد و زندگی های زیادی را با خود برد و مردمی که هرچند جان به سلامت بردند، اما آنچه از این حادثه به جا می ماند تا هفته ها دست از سرشان بر نخواهد داشت. فؤاد مسیحا، بی بی سی. در مصر از ده ها تابوت رو نمایش شده که به تازگی در منطقه‌ای در حوالی قاهره کشف شدند. گمان می رود که این تابوت ها حاوی بقایای کاهنان و دیگر شخصیت های بلندپایی باشند که حدود 3000 سال پیش زندگی می کردند. تیم آلمان گزارش می دهد. شنهای سقاره مدام هدیه‌ای برای باستانشناسان به ارمغان می آورد. حدود 3000 سال پیش مرده ها را اینجا دفن می کردند و حالا اینجا یک بار دیگر اسرارش را بر ما عیان می کند. ده ها تابوتی که به دقت تزئین شده اند از عمق زمین کشف شده. این فقط یک کشف مهم تاریخی نیست، بلکه موضوعی برای رضایت خاطر ملی است. خیلی افتخار می کنم که 59 تابوت چوبی در شرایط عالی با مأموریت و به دست مصری ها کشف شده. برآورد می شود که قدمت این تابوت ها به قرن 6 یا 7 قبل از میلاد مسیح بازگردد، در حوالی زمان سلاله 26، آخرین حکومت بومی مصری ها پیش از فتح این سرزمین از سوی پارسیان. اینها احتمالاً اجساد کاهنان، بزرگان قوم، بازرگانان و اشخاص مهمی بودند. گمان می رود که همچنان تابوت های بیشتری در این منطقه یافت شود. امروز پایان اکتشاف نیست. من این را آغاز کشف بزرگ در نظر گرفتم. این تابوت ها قرار است به موزه بزرگی که به زودی افتتاح می شود منتقل شوند. فصل دیگری از تاریخ باستان کشوری که به راستی و به نیکی یادآور گذشته اش است. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. بعد از وقفه 7 ماهه، عربستان به زائران اجازه انجام مراسم حج عمره داده. در اولین مرحله که از امروز آغاز می شود به 6000 شهروند عربستان و ساکنان خارجی این کشور اجازه داده شده که مراسم عمره را به جا بیاورند. قرار است به تدریج بر تعداد زائران افزوده شود. همچنین از زائران خواسته شده تا ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. قرار است مسجد الحرام در طول روز 10 بار ضدعفونی شود. بریتانیا از بازنگری در سیستم پناهندگی این کشور خبر داده. گفته شده که در سیستم جدید دولت از پناهجویانی که از راه‌های امن و قانونی استفاده کنند استقبال خواهد کرد. اما در این حال تلاش خواهد کرد تا مانع ورود کسانی شود که بدون مجوز وارد کشور می‌شوند و به گفته دولت ادعاهای ساختگی ارائه می‌دهند. حزب حاکم محافظه‌کار از این طرح به عنوان مهمترین بازنگری در سیستم پناهندگی کشور طی دهه‌های اخیر نام برد. در قرقیزستان مردم برای انتخابات نمایندگان پارلمان پای صندوق‌های رأی رفتند. در این انتخابات 16 حزب برای کسب کرسی‌های مجلس با هم رقابت می‌کنند. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که اوضاع بد اقتصادی در این کشور به نگرانی‌ها از تلاش برای برخی از احزاب برای خرید رأی شرکت کنندگان دامن زده. کمیسیون انتخابات گفته که 500,000 نفر محل ثبت نام برای رأی دادنشان را عوض کردند. 40مین ماراتون لندن با تأخیر 6 ماهه به علت همه‌گیری ویروس کرونا متفاوت از دوره‌های قبل برگزار شد. بهترین دوندگان ماراتون جهان این مسابقه را دور از چشم تماشاگران برگزار کردند. بریجیت کاسکی دونده کنیایی قهرمان بخش زنان شد و مدال اول بخش مردان به شورا کیتاتا از اتیوپی رسید. برخلاف سال‌های قبل 45,000 داوطلب آماتور اجازه رقابت در ماراتون لندن را دریافت نکردند. پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس ایران در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر عربستان شادی هواداران این تیم و علاقمندان فوتبال را در ده‌ها شهر ایران به دنبال داشت. پرسپولیس حالا باید بیشتر از 2 ماه در انتظار باشد تا در فینال با تیمی از شرق آسیا بازی کند. پوریا ژافره مرور کرده بر مسابقه خاطر انگیز دیروز. پرسپولیس با شوک دیرهنگام محرومیت عیسی آل‌کثیر
بهترین گلزن این روزهایش وارد زمین شد. اما یحیی گل محمدی سرمربی تیم که تا اینجا بدون نقص برنامه ریزی کرده بود برای رسیدن به فینال امیدوار بود. حریف انس عربستان بهتر شروع کرد و در نیمه اول به یک پنالتی رسید. ضربه چیپ حمدالله کاپیتان انس زردهای ریاض را جلو انداخت. اما پرسپولیس چند دقیقه بعد به گل رسید با ضربه عالی مهدی عبدی. حرکت فوق‌العاده تیمی با سماجت وحید امیری، سانت درجه یک بشار رسن و گل شدنش توسط بازیکنی 21 ساله که در خط حمله جانشین عیسی آل کثیر شده بود. 90 دقیقه 1-1 تمام شد تا بازی به وقت اضافه برود و اینجا احسان پهلوان با گرفتن دومین کارت زرد اخراج شد. اما قرار نبود چیزی مانع پرسپولیس شود. بعد از 120 دقیقه و نتیجه 1-1 مساوی، پنالتی ها تعیین کننده شدند. حامد لک دروازه‌بان پرسپولیس با دفع عالی چهارمین پنالتی حریف به علی شجاعی فرصت داد که نماینده ایران را برنده کند. این جوان هم کارش را انجام داد و در روزی فراموش نشدنی پرسپولیس بار دیگر به فینال رسید. جشن و شادی برای هواداران قرمزهای تهران که از دوحه در قطر تا بسیاری از نقاط در ایران ادامه داشت. و حالا طرفداران این تیم و خیلی های دیگر در ایران در فکر شکستن طلسم 27 ساله قهرمانی در آسیا. پوریا جعفر، بی بی سی. در گزارش پوریا خبر جشن و شادی بعد از پیروزی دیشب پرسپولیس در شهرهای مختلف ایران رو شنیدید و دیدید. این برنامه خبری رو با تصاویر بیشتری از این خوشحالی ها به پایان میبریم. Salut.